بسم الله الرحمن الرحیم قال الله الحکیم فی محکم کتاب الکریم و ازا جا لذین یؤمنون به آیات قول سلام علیکم خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون تئوری در قسمت های گذشته مسائل زیادی رو با هم مطرح کردیم و عرض کردیم خدمت شما که کارکرد دین لیحکم بین الناس طبق آیات قرآن و قرآن دین رو در این خط و در این سیر تعریف میکنه ما اگر به آیات قرآن توجه بکنیم میبینیم که اساسا خداوند متعال دین رو حول محور یک کلید واجه ای تعریف میکنه که اون کلید واجه چیزی نیست به جز ولایت اساسا دین با ولایته که تعریف میشه حول محور ولایته که میتونه لیحکم بین الناس بشه اصل فرستاده شدن انبیا هم به خاطر همین مسئله ولایته چرا که اونها اگر هم بخوان رفع اختلاف بکنن به وسیله کتاب و دینی که آوردن به وسیله همین ولایتشونه که میتونن رفع اختلاف بکنن و مطرح میشه که اساسا قوانین رو انبیا آوردن خود کلمه کتاب هم که میدونید خود کلمه کتاب در لغت میشه اینطوری معناش که کتاب یعنی قانون اینی که ما در قرآن کریم مثلا میخونیم در آیه 183 سوره بقره میخونیم که کتب علیکم و سیام اینی که برای شما سیام یا روز نوشته شده این نوشته شدنه یعنی چی؟ یعنی قانون شد یعنی بر شما قانون شد که روزه بگیرید یا کتب علیکم القصاص در آیه 178 سوره مبارکه بقره در پیشرفت جوامع دیگه بشر از یک جایی به بعد نیاز به قانون پیدا کرد چون باید بشر مدیریت میشد جامعه باید مدیریت میشد فلزا نیازمند به قانون شد هرچی هم که جلو رفت چون بشر پیشرفت کرده و به قولی ارتباطاتش پیشرفتهتر شده پس قانونهای بیشتر و پیشرفتتری هم لازم داشته به خاطر همینم هم هستش که این کتبی که به انبیای مختلف رسیده و انبیای مختلف برای ما آوردن به اونها نازل شده این کتب میبینید در یک سطح نیستن در سطوح مختلفی نازل شدن هرچی هم که جلوتر اومده کتاب بعد از حضرت نوح مثلا پیشرفته تر از حضرت نوح بوده قوانین بیشتری داشته قوانین پیشرفته داشته تا اینکه حالا اومدیم جلو رسیدیم به قرآن کریم که مهیمنه بر سایر کتبه و کتابی بالاتر از قرآن ما دیگه نداریم این هم میدونید که قرآن کریم یک بحث کلیه ما در رابطه با خاتمیت باید این رو بگیم که بشر یک سیر جهشی یا میتونیم بگیم یه حرکت تصاعدی داشته عقل بشر در طول تاریخ در حال رشد بوده و باید این عقل به یک جایی میرسیده که پیشرفته ترین کتاب که قرآن نازل بشه و اینجاست که دیگه به قولی پیغمبر آخر و زمان میاد کتاب آخر و زمان میاد و بشر به یک جایی میرسه که پیغمبر آخر و زمان رو میبینه حجت خدا رو میبینه و کتاب رو از اون میگیره و زندگیش رو و نوع روابطش رو بر اساس اون تنظیم میکنه اختلافاتش رو هم به همون وسیله به قولی حل میکنه لذا این میشه دوره خاتمیت بشر اونقدر عقلش روش کرده که به خاتمیت رسیده یعنی به خاتم پیغمبران رسیده و به خاتم کتب لذا پیغمبر متعال فرمود که خداوند متعال به من جوامع الکلم رو داده این جوامع الکلم که داده شده چیه کلیات و لذا حضرات اهل بیت حجج الهی به عنوان مفسرین اونها هستند خدمتتون ارز کردم تالی کتاب خدا هیچ احد و ناسی روی کره زمین نمیتواند باشد مگر حجت خدا باید حجت خدا تلاوت کنه قرآن رو لذا دستورهایی که در قرآن به پیغمبر داریم میگه وطلو علیهم یعنی توی پیغمبر تلاوت کن برای مردم یعنی مفسر اصلی کتاب خدا باید حجت خدا باشه ولا غیر لذا قدیمی ترین کتاب خدمت شما عرض کردیم و اولین کتاب کتاب حضرت نوحه و بعد از اون ابراهیم، موسی، عیسی و تا به امروز که خدمت شما هستیم با قرآن کریم خدمت شما عرض کردیم که قدیمی ترین کتاب کتاب حضرت نوح بوده و بعد همینطوری اومدیم جلو کتاب حضرت موسی حضرت عیسی و تا به امروز که قرآنه ما چرا از این کتاب ها نام بردیم چون اینا اصل کتب هستند و در حقیقت نشان دهنده یک دوره تاریخی هستند رضا پیغمبرانی هم که صاحب این کتب بودن پیغمبران اولل عزم هستند ما بین این کتبی که خدمت شما عرض کردیم کتب دیگری هم اومده ها که قرآن به اونها اشاره کرده مثل زبور حضرت داوود اما قرآن توی این آیه سوره شورا به اینها کار نداره چرا که دوره تاریخی با اینها نبوده پیچ تاریخی نبوده به اصطلاح معروف یعنی دوره تاریخ زاز دوره بوده که این کتاب اصلی که خدمتون نام بردیم نازل شده توی این آیه‌ای که گفتیم و شرح لکم من الدین ما و نوها که در ادامه کتاب حضرت موسا و ایسا و حضرت ابراهیم رو هم نام میبره شروع دین رو مطرح میکنه فقط از نوح و ابراهیم و موسی و ایسا نام میبره در واقع اونها انبیاء تاریخساز هستن نقاط حساس تاریخ با اینها بوده و بشر با این پیامبران اولو از در حقیقت هر بار وارد یک دوره جدیدی از تاریخ شده یعنی بشر انگار از یک مرحله عبور کرد و وارد یک مرحله دیگری از پیشرفت اجتماعی و رشد و نمو اجتماعی و ارتباطات خودش شده من این قسمت رو دوباره ازتون اجازه میخوام که از رو بخونم و توضیحش رو در آیتم بعدی خدمتون ارائه میکنم در شریعت نوح و ابراهیم عدد انگوش شماری از احکام, احکام تشریع شده بود و از این چهار پیامبر که نام برده شده موسا شریعتی وسیعتر آورده و به طوری که قرآن کریم خبر میدهد و از ظاهر انجیل های مسیحیان هم برمی آید عیسی نیز تابع شریعت آن جناب بوده چون در سابق گفتیم که شریعت آن جناب بیشتر برای برداشتن امور قدقن و تحلیل نمودن آن امور را داشته است که خدای تعالی به عنوان گوشمالی آنها را بر بنی اسرائیل حرام کرده بود و شریعت موسی علیه السلام هم به طوری که گفته شده بیش از حدود 600 حکم نداشته برای توضیح در رابطه با متنی که خدمتون قرائت کردم باید بگم که در شریعت نوح و ابراهیم سلام خدا بر این دو پیغمبر بزرگوار احکام خیلی کم مطرح شده بود و در واقع بین نوح و ابراهیم و موسا و عیسی شریعت حضرت موسی از همه وسیع تر بود متن میخواست این رو بگه و قرآن هم که همینطوری که قرآن خبر میده و یا مظاهر ظاهر انجیل هایی که در دستمون هست در بین مسیحیان وجود داره وقتی به اونها مراجعه میکنیم میبینیم که در حقیقت انگار شریعت حضرت عیسی هم آمده اصلاحیهی بر تورات حضرت موسی بزنه یعنی این که در تورات ما یک سری احکام و قواعد و قوانین داشتیم که بیشتر برای گوشمالی یهودی ها بوده مثل اینکه در روز شنبه ماهی نگیرن یا از این قوانین از این دست قوانینی که اومده در دین حضرت عیسی در شریعت حضرت عیسی علی نبی و علیه و السلام در شریعت حضرت عیسی اصلاح شده یعنی این قوانین برداشته شده اون قوانینی که اونجا بیشتر جنبه تنبیهی داشته برای قوم حضرت موسی اینجا برداشته شده باز هم در تبعیت از حضرت موسی سلام الله علیه هستش و حالا با این حساب هم ما میبینیم که گل سرسبت کتب پیش از قرآن کریم که همین کتاب تورات باشه میبینیم بیشتر از 600 تا حکم نداره حالا میخوام به این نکته دیگه اشاره بکنم که اصل معنی تورات هم که یک واژه عبری است معناش در زبان عبری میشه همون قانون حالا روشن میشه که با اومدن انبیاست که اساسا بشر به نیازهای حقیقی خودش پی میبره که یکی از همون حقیقی ترین نیازها همین روابط اجتماعی هستش انبیا آمدن که بشر رو با نیازهای حقیقی مواجه بکنند و آگاه بکنند بشر رو که شما نیاز حقیقی چیز دیگری است مسیر رشد و پیشرفت و سعادت تو چیز دیگری است دین آمده تا بگه در روی کره زمین شما چگونه باید زیست بکنید قانون گزاری بکند اختلافات را برطرف بکند جامعه سازی بکند تمدن سازی بکند تا بشر در امنیت و آرامش خاطر به مسیر خودش که عبودیت هست و براش خلق شده و ما خلقت الجن والانس الانس الا برای این مسئله خلق شده بتونه در اون مسیر قدم برداره خیلی ممنونم که ما رو تا اینجا همراهی کردید تشکر میکنم از همراهی شما و شما رو به خداوند متعال میسپارم یا علی مدد خدا نگهدار